اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ضمن عرض تبریک و تهنیت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه عبادت و بندگی، ماه بهار قرآن، ماهی که در طول سال بی‌نظیر هست، حلول این ماه را به محضر مبارک شما عزیزان صمیمانه تبریک و تهنیه درس می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که بهترین توفیقاتش را در این ماه مبارک نصیب همه ما بگرداند و ان شاء الله توفیق داشته باشیم اعمال و برنامه هایی که در این ماه برای ما دستور داده شده است و سفارش شده است مورد عمل قرار بدیم و انشاءالله از آن نیز بهره‌مند باشیم. خداوند متعال در آیه مبارکه 185 سوره بقره راجع به این ماه مبارک می‌فرماید: ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، قرآنی که مردم را رهبری و متضمن دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است باید به شماره آن تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خداوند برای شما آسانی را می خواهد و برای شما دشواری را نمی خواهد تا شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن که هدایتتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکرگزاری کنید. در این آیه شریفه نکات فراوانی مطرح است که انشاءالله در مناسبت‌های خاص خودش بعضی از این نکته‌ها توضیح بیشتری داده خواهد شد. اونچه که در این جلسه می‌خواهیم خدمت شما به عرض برسانیم این است که ماه مبارک رمضان یکی از ماه‌های پرمناسبت است، مناسبت‌های گوناگون رو در خودش جای داده است
و انشاءالله ما راجع به هر مناسبتی مطالب را خدمت شما به عرض خواهیم رسان. و لذاست که در این جلسه انتظار نداشته باشیم که به همه مناسبت‌های این ماه اشاره شود. نکته دوم این است که ماه مبارک رمضان دارای اعمال مخصوص و اعمال مشترک است، به این معنا که بعضی از اعمال، بعضی از دعاها و بعضی از کارها در کل شبانه روز ماه مبارک رمضان انجام می شود و اختصاصی به شب و یا روز خاصی ندارد. به این کارها و اعمال، اعمال مشترک گفته می شود. اما بعضی از کارها زمان خاصی دارد، مثلا شب اول ماه مبارک رمضان یا روز اول یا شب قدر. خب در هر کدام از این روزها و شبها بعضی کارهای خاص سفارش شده است که به آنها اعمال مخصوص گفته می شود. ما در این جلسه به اعمال مخصوص و از میان اعمال مخصوص نیز به اعمالی که در شب اول ماه مبارک رمضان سفارش شده است می پردازیم و انشاءالله سعی می کنیم فهرستی از این کارهایی که در شب اول ماه مبارک رمضان از ما خواسته شده است خدمت شما عزیزان به عرض برسانیم. اولین عمل و کاری که از مؤمنین و مسلمانان در شب اول ماه خواسته شده است استحلال هست، به این معنا که انسان در شب اول ماه رمضان هلال ماه رو مترصد باشد و دنبال کند تا بتواند از حلول ماه با دیدن هلال مطمئن بشود. و اگر در کشوری که انسان زندگی می کند مؤسسات و مراکز خاصی برای رؤیت هلال وجود نداشته باشد که انسان به اونها اعتماد و اطمینان داشته باشد، لازم است که خود انسان تلاش کند و ماه را اگر می تواند پیدا کند تا با یافتن هلال ماه مبارک رمضان به حلول این ماه مطمئن بشود و بداند که فردا روز اول ماه مبارک رمضان هست. بعضی از مراجع و علما خود این طلب هلال را و این که انسان دنبال هلال ماه بگردد ایراد جزء واجبات کفایی به حساب آوردن که اگر همه مسلمانان در این جهت کوتاهی کنند و دنبال رؤیت هلال نباشند، در حقیقت به خاطر این کوتاهی همه مستحق نکوهش و عذاب می شوند. اما اگر در هر جایی کسانی باشند که این وظیفه را انجام بدهند، از دوش دیگران ساقط هست. بنابراین اولین کاری که انسان در شب اول و موقع غروب انجام می دهد همین طلب هلال ماه مبارک رمضان هست. دومین کار بعد از آن که انسان رؤیت هلال رو انجام داد و ماه مبارک رمضان رو هلالش را مشاهده کرد، بدون این که به هلال ماه اشاره کند رو را به قبله می گرداند و دست ها را به آسمان بلند می کند و با خطاب به هلال این دعا رو و این جمله رو تکرار می کند که ربی و ربک الله و رب العالمین، اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والمسارعت الى ما تحب و ترضا. عزیزانی که کتاب دعا و کتاب‌های مثل مفاتیح و امثال اینها را که مناسبت‌ها را و دعاها را در آن آوردن در اختیار داشته باشد، می‌تواند این دعاها را از روی اون کتاب‌ها بخوانند. اما اگر کسی نتواند این دعاها را قرائت کند، حداقل همین مضمون را می‌تواند به زبان خودش بیان بکند که پروردگار من و پروردگار تو خدای پروردگار جهانیان است. خب انسان با خطاب به هلال این مطلب رو بیان می کند، خدایا این ماه را بر ما با امنیت و با ایمان و سلامتی
و اسلام و پیشی گرفتن به اون چه دوست داری و تو از آن کار خوشنود شوی قرار بده. خب این گونه انسان با دیدن این ماه هم این خواسته ها را مطرح می کند و هم یک نوع همجهتی خودش را با این مخلوق پروردگار عالم نشان می دهد. جمله بعدیش این است که من فارسی و معنای آن را خدمت شما عرض می کنم که خدایا به ما در این ماه خیر و خوبی را برکت ده و کمک آن را روزی ما کن و از ما زیان و ضرر این ماه و شر و بلا و فتنش را منصرف و دور گردان. دعای تقریبا با همین مضمون از پیامبر اکرم نیز هنگام رؤیت هلال نقل شده است که همین خواسته ها را پیامبر اکرم نیز مطرح کرده است. کار سومی که در شب اول انجام می شود خواندن دعای 43 صحیفه کامله در هنگام رؤیت هلال هست که مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه روایت کرده است که وقتی امام سجاد علیه السلام از راه عبور می کرد و نگاهش به هلال ماه رمضان افتاد ایستاد و این جمله ها رو بیان داشت که ای مخلوق فرمان بردار پیوسته در حرکت و شتابان، ای رفت و آمد کننده در منزل های معین و ای گردش کننده در مدار تدبیر، ایمان دارم به اون خدایی که تاریکی ها را به تو روشن کرد و راه های ناپیدا و مبهم را به تو آشکار کرد و تو را نشانه ای از نشانه های فرمان رواییش و علامتی از علامات سلطنتش قرار داده است. و سپس در ادامه حضرت می فرماید از خدا پروردگار تو و پروردگار خود، آفریدگار خود و آفریدگار تو، تقدیر کننده خود و تقدیر کننده تو و صورت بخش تو و صورت آفرین خود، می خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستد و تو را ماه برکت که روزگار از بینش نبرد قرار دهد و ماه پاکیزه قرار دهد که گناهان ما او را آلوده نکند، تو را ماه امنیت از آفات و سلامتی از بدیها قرار دهد، ماه خجسته و مسعودی که نحسی در آن نباشد، ماه میمونی که ملال در آن نباشد و ماه آسانی که با دشواری مخلوط نشود، ماه خیری که به شر آلوده نگردد، ماه امنیت و ایمان و نعمت و احسان و سلامتی و اسلام قرار دهد. این گونه امام سجاد علیه السلام با دیدن هلال ماه رمضان از خداوند متعال این خواسته ها رو مطرح می کند. در ادامه می فرماید خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست و ما را از خوشنودترین مردمی که این ماه بر او طلوع کرده قرار ده و ما را از پاکیزه ترین کسانی که به اون نگاه کرده ای و سعادتمندترین کسی که پرستش تو را در آن کرده است قرار ده. و در ادامه می فرماید ما را در این ماه به فرمان برداری و توبه موفق کن، در آن از گناهان و خطا نگاهمان بدار و ما را در این ماه شکر و نعمتت را الهام ببخش تا بتوانیم در این ماه انشاءالله این گونه به نعمتهای تو، به سپاسگزاری تو توفیق پیدا کنیم. یکی از کارهایی که در شب اول ماه سفارش شده است مجامعت با همسر خود هست که با اینکه این عمل در ماهای دیگر در اول ماه کراهت داره در این ماه سفارش شده است. به فرموده مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه علت این کار نیست شاید این باشد که ذهن انسان برای عبادت‌های الهی آمادگی داشته باشد، وسوسه‌های شیطان در انسان تأثیر نداشته باشد. و علت دیگر هم که ایشان بیان می‌کند این است که شاید این کار در صدر اسلام ممنوع بوده است و از انسان خواسته شده است که عملاً برای نسخ آن و نشان دادن این که این عمل دیگر وجود ندارد انسان در این شب این کار را انجام می‌دهد. پنجمین عمل غسل کردن هست
برای انجام غسل در شب اول ماه سفارش شده است و فواید صحی و معنوی زیادی از جمله نرسیدن خارش به بدن تا ماه رمضان آینده گفته شده است و سفارش شده است که این غسل در اگر برای انسان ممکن باشد در آب نهر جاری صورت بگیرد. در کیفیت آن نیز گفته شده است که انسان 30 کف آب بر سر بریزد که تا ماه رمضان آینده با طهارت معنوی باشد. هفتمین کاری که انسان در شب اول ماه رمضان انجام می‌دهد زیارت قبر امام حسین علیه السلام هست که اگر کسی برای این کار توفیق پیدا بکند در روایات آمده است که گناهانش آمرزیده می شود، ثواب حجاج و معتمرین آن سال را برای او داده می شود و این از خصوصیت امام حسین علیه السلام، این بنده صالح و پاک باخته خداوند است که مهمانان و بندگان الهی در ضیافت خداوند باید هم در ابتدا یعنی همین شب اول ماه رمضان به زیارت اون حضرت بشتابد، هم در وسط این ماه، هم در آخر این ماه. علاوه بر این شبهای اول، وسط و آخر، شبهای قدر نیز جزء شبهای زیارتی امام حسین علیه السلام هست که انسان با زیارت قبر اون حضرت خودش را از ثوابهای آن بهره‌مند می‌سازد. البته این سفارش ممکن است که برای هر کسی فراهم نباشد، اما انسان از راه دور هم سعی کند که این زیارت را حداقل از راه دور بخواند و انجام بدهد. الله الله سبحان الله، 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 سبحان الله. عملی هشتم شروع به نماز هزار رکعتی است که از انسان در این ماه خواسته شده است که انسان در ماه مبارک رمضان 1000 رکعت نماز مستحبی رو به جا بیاورد. در کیفیت آن ممکن است قولهای مختلف وجود داشته باشد، اما قول مشهور این است که این نماز، این 1000 رکعت نماز به این ترتیب خوانده شود که در دهه اول و دوم، یعنی از اول ماه رمضان تا 20 این ماه، در هر شب انسان 20 رکعت نماز به جا بیاورد که هر 2 رکعت به یک سلام خوانده می شود. به این طریق که 8 رکعت این نماز، یعنی 4 تا 2 رکعتی بعد از نماز مغرب و 12 رکعت آن، یعنی 6 تا نماز 2 رکعتی بعد از نماز عشاء خوانده می شود. اما بعد از 20 تا آخر ماه رمضان در دهه سوم در هر شب 30 رکعت نماز خوانده می شود، به این ترتیب که بعد از نماز مغرب همان 8 رکعت هست، اما بعد از نماز عشاء 22 رکعت باید خوانده شود که در مجموع این 30 شبانه روز را اگر انسان به این ترتیب بخواند 700 رکعت نماز رو خوانده است که 300 رکعت دیگر آن در 3 شب 19، 21 و 23 خوانده می شود که در مجموع با این حساب انسان می تواند 1000 رکعت نماز مستحبی رو در این ماه مبارک انجام بدهد. اگر کسی می خواهد که از بهره این نماز بهره‌مند بشود، خب 20 رکعت آن را باید از شب اول شروع کند و 20 رکعت جزء اعمال شب اول ماه مبارک رمضان هست. عمل نهم 2 رکعت نماز دیگر هست که از انسان خواسته شده است در هر رکعت آن یک حمد و یک سوره مبارکه انعام خوانده می شود و سپس از خداوند خواسته می شود که خداوند از آنچه که می ترسد انسان را کفایت کند و از همه دردها او را حفظ کند. عمل دهم دعای است از امام صادق علیه السلام
که ایشان یک دعای را هم در شب آخر ماه شعبان و هم در شب اول ماه مبارک رمضان دعای را خونده است که فرمود اللهم ان هذا الشهر المبارک الذي انزل فيه القرآن و جعل هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان قد حضر. خدایا این ماه مبارک که قرآن در آن نازل گشته، قرآنی که راهنمای مردم گردیده و نشانه‌های روشنی از راهبری و جدا کردن میان حق و باطل است، فرا رسیده است. پس ما را در این ماه سالم بدار و آن را در حال آسانی و تندرستی از ما بگیر، ای که بگیرد اندک را و بسیار قدردانی کند، این طاعت اندک را از من بپذیر. در این دعا چندین مرتبه از خداوند طلب عفو شده است که فاعف عنی یا کریم، عفوک عفوک. از خداوند متعال مسئلت میکند ای خدا، طلب بخشش، طلب عفو رو از تو خدای کریم و با کرامت دارم. و در چند جای این دعا این مسئله مطرح شده است و سپس دعای معروفی نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که انسان خوب است ایراد در مناسبت‌های گوناگون بخواند، اللهم اینی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، عظم الذنب من عبدک فلیحسن التجاوز من عندک، یا اهل التقوا و یا اهل المغفرت عفوک عفوک. خدایا از تو آسودگی هنگام مرگ را و گذشت در وقت حساب را درخواست میکنم. خدایا گناه بندت بزرگ است، گذشت از جانب تو نیز باید نیکو باشد. ای شایسته پرهیزگاری و ای شایسته آمرزش، عفوت و گذشتت را از تو مسئلت میکنم. در این دعا حاجتهای بسیار مهم و ارزشمندی از خداوند متعال خواسته شده است که به عزیزان سفارش می شود که بتواند این دعا رو از متن و از رو بخواند که انشاءالله این حاجات نیز در اون دعا مطرح بشود. یازدهمین کار دعایی است بعد از نماز مغرب که از امام جواد علیه السلام در کتاب اقبال الاعمال سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل شده است که انسان دستها را به سوی آسمان بلند کند و در پیشگاه خداوند این دعا را بخواند که در یک فراز آن آمده است اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. خب میفرماید خدایا ما را از کسان قرار ده که نیت میکنند و به دنبالش عمل میکنند، از کسان قرار نده که بدبخت شده و تنبلی میکنند، از کسان قرار مده که بر غیر کار و کوشش اعتماد میکنن. خدایا بدنهای ما را از بیماری ها سالم گردان و با آنچه واجب کرده ای بر ما از عمل کمکمان کن تا وقت این ماه بگذرد تو از ما راضی باشی و آنچه را واجب کرده ای ما انجام داده باشیم. خدایا ما را بر روزه گرفتن در این ماه کمک کن، به شب زنده داریش موفق گردان، برای خواندن نماز در این ماه نشاط به ما بده و از قرائت قرآن محروممان مکن و بر ما پرداختن زکات را آسان گردان. خدایا بر ما خستگی و سستی را چیره مگردان، رنج و بیماری را نیز بر ما غالب مگردان و خدایا افطار کردن از روزی حلال را به ما عنایت فرما. خب خواسته های بسیار ارزشمندی در این دعای شریف نیز مطرح شده است که عزیزان می توانند با خواندن آن خودشون رو با این دعای شریف از بهره های فراوان بهره مند بسازد. دوازدهمین عمل دعای دیگر است از امام صادق علیه السلام که ایشان نیز در ضمن خواسته های خودش حج مقبول، عمر طولانی در اطاعت پروردگار رو همراه با گشایش در رزق و روزی از خداوند متعال مسئلت میکند که این سه خواسته مهم را خداوند در شب قدر جزء مقدراتش برای انسان قرار دهد. سیزدهمین عمل قرائت دعای 44 صحیفه کامله است که عزیزان میتواند با مراجعه به این
کتاب شریف که از امام سجاد علیه السلام این دعاها نقل شده است، دعای 44 رو در شب اول ماه مبارک رمضان قرائت کنند. 14 عمل دعایی است از امام صادق علیه السلام که در اقبال الاعمال سید ابن طاووس رحمت الله علیه وارد شده است. این دعا نسبتاً دعای مفصل است در حدود 20 صفحه که در آن سلامتی در ماه مبارک رمضان، آمرزش، دریافت بهترین عطایا و بخشش‌های الهی، پناه بردن به خدا از کمکاری، پناه بردن به خدا از انجام کارهای ریایی، طلب بخشش از ظلم بر بندگان، طلب بخشش از توبه هایی که شکسته شده است، از ضایع شدن واجبات و مستحبات و همچنین پناه برده شده است به خدا از انجام گناهان، انواع و اقسام گناهان را امام صادق علیه السلام در این دعا مطرح کرده و اسم برده است، مثل قتل، مثل قطع رحم، مثل خوردن مال حرام، مثل کمک بر گناه، مثل انجام گناهانی که از اعضا و جوارح انسان سر می زند، گناهان چشم، گناهان گوش، گناهان زبان، گناهان دست و پا، و از خداوند بخشش طلب شده است که گناهان همه این اعضا و جوارح از انسان بخشیده بشود، انسان در عبادت و طاعت الهی توفیق پیدا بکند و همچنین دولت کریمه از خداوند متعال خواسته شده است. و اون دعای معروفی که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، این دعا نیز در این شب امام صادق علیه السلام اون رو مطرح کرده است. عمل 15 خواندن دعای جوشن کبیر هست که در شبهای دیگر مخصوصا در شبهای قدر نیز مورد سفارش قرار گرفته است. در این دعا 100 فقره وجود دارد، در هر فقرش 10 اسم از اسماء و صفات الهی مطرح گردیده، بعد از هر 10 اسم تسبیح و استعاذه به پروردگار عالم و نجات از آتش جهنم مسئلت شده است. در مجموع این جمله سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب 100 مرتبه تکرار می شود و در کنار آن 1000 اسم از اسماء الهی به زبان جاری می شود. و این دعای بسیار ارزشمند است که در مناسبت های گوناگون می شود انسان اون رو قرائت کرد. 16 عمل قرائت دعای حج است که در مناسبت های دیگر مخصوصا در اعمال مشترک هم بیان شده است. 17 عملی که از انسان خواسته شده است تکثیر قرائت قرآن هست، شروع به زیاد خواندن قرائت قرآن هست که این ماه ماه قرآن هست، ماه بهار قرآن هست، بهره ها و پاداش های فراوانی برای انسان در قرائت قرآن مطرح شده است که اگر کسی یک آیه در این ماه مورد قرائت قرار می دهد، در آن تأمل می کند، تدبر می کند، برابر است با ختم قرآن در ماهای دیگر که انسان اینقدر از بهره های تلاوت قرآن در این ماه بهره‌مند می شود. البته در آغاز قرائت قرآن و همچنین در پایان قرائت قرآن دعاهای مطرح شده است که اگر انسان این دعاها را با تأمل بخواند، تا حدودی به فلسفه قرائت قرآن، به فلسفه نزول قرآن نیز آشنا می شود و چگونه خواندن را هم به انسان یاد می دهد که وقتی در ابتدا دعا می شود که خدایا نظر مرا در قرآن عبادت قرار ده و قرائتم را در آن از روی اندیشه و فکر و با عبرت و همچنین از کسانی قرار بده که از قرآن پند بگیرد و از معصیت هایی که قرآن نهی کرده است انسان دوری انتخاب کند. خدایا در هنگام قرائت بر گوش من، بر قلب من مهر نزن و بر دیدم پرده مینداز و خدایا خواندنم را اون خواندن قرار نده که در آن تدبر نباشد، بلکه آنگونه قرائت را نصیب من کن که من آیات تو را با تأمل، با تفکر و با تدبر بخوانم و قرائتم را به گونه قرار نده که بیهوده باشد
و بعد از قرائت چیزی نصیب من نشده باشد. این دعایی است که در ابتدای قرائت قرآن کریم انسان می‌خواند. دعای دیگر هم بعد از آنی که انسان قرائتش را تمام کرد، اونجا هم انسان با خدای خودش راز و نیاز می‌کند و می‌فرماید خدایا مرا از کسان قرار ده که حلال قرآن را حلال می‌شمارد و حرام قرآن را حرام می‌شمارد. خدایا مرا از کسان قرار ده که هم به آیات محکم و هم به آیات متشابه آن ایمان دارد. خدایا قرآن را همدم من در قبرم، همدم من در روز محشر قرار ده و مرا از کسان قرار ده که با خواندن آیات قرآن درجاتش بالا می رود. هر آیه‌ای که می خواند یک درجه برای او داده می شود و در بالاترین جایگاه از بهشتت مرا با خواندن قرآن کریم مستقر کن. به امید این که خداوند متعال توفیق عنایت کند همه ما به انجام آنها موفق باشیم. ضمن التماس دعا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.